درود بر شما عزیزانم در این برنامه بیشتر روی سخن من با ایرانیان خارج از کشور هست بسیاری از هموطنان ما در ترکیه سرگردون و بلاتکلیف هستند کسانی که در بینشون تعداد زیادی روزنامه هست اکتیویست هست فعال سیاسی هست کسانی که حکم های سنگین برایشون بریدن فرار کردند کسانی که تحت تعقیب بودن فرار کردند و اولین جایی هم که میرسن خیلی از اینها توی کمپ ها هستن کمپ ها شرایطش جوری است که خیلی شاید خیلی از ما 24 ساعتش هم نتونیم تحمل کنیم اینها مریض هستند. چشم هاشون بعضیا ها آسیب دیده بعضیا گلوله تو بدنشون دارن خیلی هاشون معلولیت دارن معلولیت های بالای 50 درصد دارن حتی تا 75 درصد هم به من گزارش شده و اینها نه دسترسی به دارو دارن نه خدمات پزشکی و درمانی اونهایی هم که توی کمپ نیستن مرتب بین اداره مهاجرت ترکیه و یو این دارن پاسکاری میشن این میگه باید بری اونجا اون میگه باید اونجا فرم پر بکنی این میگه به ما مربوطی به اونجا مربوطه و اینها واقعا بلا تکلیف هستن عزیزانی که با سازمان ها و نهادهای حقوق بشری مرتبط هستن عزیزانی که در پارلمان های کشور دنیا دستشون به جایی میرسه اینها رو دریابن عزیزان من با من در تماس باشید تا من شما رو به اینها وصل کنم شاید خیلی از پزشکان در سرس سر دنیا پزشکان ایرانی بتونن برای اینها درخواست ویزای درمانی بکنن و اینها رو به کشور خودشون ببرن و مورد معالجه قرار بدن خیلی از این عزیزان ما به لحاظ مالی در مزیقه هستن خیلی هاشون اصلا خیابون خواب هستن خیلی ها لنگ غذای روزانهشون هستن حالا تأمین دارو و اینها به کنار ما نمیتونیم از پس یاری رسوندن به همه اینها بر بیایم حدود دیویس نفر تعداد آمارشون هست خب بعضی ها رو دونه دونه یکی یکی دوتا دوتا رسوندیم به کشورهای ام برای معالجه اونایی که چشمشون آسیب دیده بود و وضعیت جسمانی بسیار اصفناکی داشتن ولی باز خیلی هستن نمیتونیم همه رو سرویس بدیم به لازم مالی ما نمیتونیم همه رو زیر پوشش قرار بدیم واقعا 500 لیر هزار لیر که ما مثلا برای عزیزان میفرستیم خرج یه شبشونه دو شبشونه سه شبشونه بعضی این از اینها با خانواده اونجا هستن عزیزانی که میتونن به اینها کمک بکنن چه برای گرفتن ویزا و رسوندنشون به جاهای ام گرفتن پناهندگی گرفتن زیر پوشش قرار دادن یو اقدام بکنن و چه کسانی که میتونن کمک مالی بکنن در اس او حالو با من در تماس باشید تا من شما رو به این عزیزان وصل بکنم. هموطنانم هموطنانمون در ترکیه رو دریابیم و وضعیتشون رو جدی بگیریم.